بازداشت چندین تن در پیوند به جرایم جنایی در کابل. امریکا خواهان بررسی جامع کشتار کارجویان افغان در مرز ایران. زیان 255 میلیون افغانی گردشگری در بامیان. و در پایان، درخواست وزارت صحت عامه افغانستان برای پوشش امنیتی شفاخانه های کووید 19. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. بازداشت 16 تن در پیوند به جرایم جنایی در کابل. وزارت امور داخله از بازداشت 16 تن در پیوند به جرایم جنایی در کابل خبر داد. وزارت امور داخله می گوید که پلیس کابل طی 24 ساعت گذشته 16 تن مظنون را در پیوند به جرایم جنایی از نقاط مختلف نواحی شهر و ولسوالی های ولایت کابل دستگیر کردند. این افراد به ارتکاب جرایم جنایی چون قتل، مجروحیت، سرقت وسایل، سرقت موبایل، اخلال امن و نظم عامه و انتقال سلاح غیرقانونی از مربوطات نواحی اول، چهارم، ششم، هفتم، نهم، دوازدهم و سیزدهم شهر کابل توسط پلیس شناسایی و دستگیر گردیدند. از نزد مظنونین بازداشت شده 5 میل تفنگچه کمری و یک اراده واسطه سرقت شده نیز به دست آمده است. زیان 255 میلیون افغانی گردشگری در بامیان. والی بامیان میگوید کرونا بیش از 255 میلیون افغانی به گردشگری در بامیان زیان وارد کرده است. 8 صبح کابل. محمد طاهر ظهیر والی بامیان میگوید که وضعیت کرونایی و تداوم آن بیش از 255 میلیون افغانی به صنعت گردشگری در بامیان زیان وارد کرده است. والی بامیان روز پنجشنبه 18 صبح در یک نشست خبری بررسی های ادارهش در مورد زیان های وارده بر صنعت گردشگری به دلیل شیوع ویروس کرونا را اعلام کرد. محمد طاهر ظهیر گفت وضعیتی که به دلیل شیوع ویروس کرونا پیش آمده است، چرخه صنعت توریسم که نقش کلیدی در اقتصاد مردم بامیان داشت متوقف شده و کرونا آسیب های جدی بر اقتصاد مردم محل و دولت در پی داشته است. به گفته او وضعیت ناشی از گسترش ویروس کرونا بر اساس یافته های ابتدایی کمیته موظف متشکل از نهادهای دولتی و سکتور خصوصی در جریان 3 هفته گذشته سبب توقف گردش بیش از 1.7 میلیارد افغانی در بامیان شده است. بررسی های ابتدایی این کمیته نشان می دهد که توقف گردشگری سبب شده تا مردم بامیان به صورت مستقیم 255 میلیون افغانی متضرر شوند. گزارش میزان خسارات ناشی از ویروس کرونا در بامیان با استفاده از سندهای سال گذشته و مصاحبه با زینفان، کسبکاران و اصناف دخیل تهیه شده است. با دنبال شیوع ویروس کرونا در کشور، بند امیر، پارک ملی در بامیان و دیگر ساحات دارای جاذبه توریستی این ولایت از سوی مقام‌های محلی بامیان بسته شده است. در ولایت بامیان تاکنون 28 بیمار کرونا شناسایی شده است. 7 نفر از این بیماران صحت یاب شدند و 1 بیمار دیگر نیز جان باخته است. امریکا خواهان بررسی جامع کشتار کارجویان افغان در مرز ایران شد. مایک پامپیو خواهان بررسی جامع کشتار کارجویان افغان در مرز ایران شد. 8 صبح کابل. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا میگوید که گزارش ها در مورد بدرفتاری، شکنجه و غرق کردن کارجویان افغان توسط مرزبانان ایرانی را خوانده و از آن وحشت زده شده است. او از مقام های افغان خواسته است که این گزارش ها را به صورت کامل تحقیق کنند و به دنبال پاسخگویی عاملان آن باشند. پامپیو روز چهارشنبه 17 صبح در سخنان با اشاره به کشته شدن کارجویان افغان در مرز ایران گفت که آمریکا تنها ملت نیست که شهروندانش مورد بدرفتاری رژیم ایران قرار گرفتند. اشاره او به برخی از شهروندان زندانی آمریکایی در ایران بوده است. او در ادامه افزود طبق گزارش های نشر شده مرزبانان ایرانی در مرز ولایت هرات مهاجران افغان را که برای جستجوی نان از مرز عبور کرده بودند
مورد سوء استفاده قرار داده شکنجه کرده و در آب انداختند. الیس ویلز معاون پایک پامپیو در امور آسیای مرکزی و جنوبی نیز چند روز پیش خواست مشابه را مطرح کرده بود. پنج روز پیش گزارش های نشر شد کتب خان مرزبانان ایران شماری از کارجویان افغان را که می خواستند به صورت قاچاقی به ایران بروند شکنجه کرده و سپس آنان را به دریا انداختند. محمد عنیف اتمر سرپرست وزارت امور داخله که روز گذشته در پیوند به این موضوع و کمیسیون امور بین المللی مجلس نمایندگان فراخوانده شده بود گفت که تاکنون 16 نفر از این افراد نجات یافتند، 18 تا 20 تن ناپدید شده و 16 جسد نیز پیدا شده است. وزارت امور خارجه ایران اما دست داشتن نیروهای مرزیش را در این رویداد رد کرده است. ارگ ریاست جمهوری و وزارت خارجه به دریا افگندن کارجویان افغان در مرز ایران را جنایت نابخشودنی خوانده و وعده دادند که آن را به صورت جدی پیگیری می کنند. درخواست وزارت صحت عامه افغانستان برای پوشش امنیتی شفاخانه های کووید 19. وزارت صحت عامه خواهان پوشش امنیتی شفاخانه کووید 19 شد. 8 صبح کابل. بدنبال لط و کوب دکتر و نرس از سوی بستگان قربانیان بیماری کووید 19 در شفاخانه افغان ژاپن و استقلال کابل، وزارت صحت عامه از نیروهای امنیتی خواست تا شفاخانه های بیماری کووید 19 در کشور را تحت پوشش امنیتی قرار دهند. وحیدالله مجروح معین اعضای خدمات صحی وزارت صحت عامه روز پنجشنبه 18 ثور با بیان این که لط و کوب توهین و تحقیر کارمندان صحی در دوران کرونایی قابل قبول نیست، از نیروهای امنیتی خواست تا برای بلند بردن روحیه کارمندان صحی شفاخانه ها را پوشش امنیتی دهند. طبق معلومات مجروح، بستگان یک قربانی بیماری کووید 19 روز گذشته دکتر و نرس شفاخانه افغان ژاپن را در کابل لط و کوب کرده و مورد توهین قرار دادند. این رویداد پس از آن رخ داده است که یک مرد کهنسال مبتلا به ویروس کرونا در شفاخانه افغان ژاپن جان باخته است. به دنبال آن بستگان او که 6 نفر بودند، برخی از کارمندان این شفاخانه از جمله دکتر مالج را مورد لط و کوب قرار دادند. وحیدالله مجروح می گوید که یک روز پیشتر از آن نیز رویداد مشابه در شفاخانه استقلال رخ داده است. طبق معلومات وزارت صحت عامه در شفاخانه استقلال نیز یک زن حامله پس از آن که به دلیل داشتن نشانه های مشهود کرونا جان باخته است، بستگانش با خشم و خشونت شیشه های شفاخانه را شکستانده و بر کارمندان صحی شلیک کردند که به کسی آسیب نرسیده است. با این حال معین اعضای خدمات صحی وزارت صحت عامه گفت که کارمندان صحی متحد به انجام وظایفشان و هیچ گونه برخورد غیر اخلاقی و انسانی با بیماران نمی کنند. به گفته او در صورتی که کارمندان صحی تشویق نشوند و مورد توهین و لط و کوب قرار گیرند، روز فرا خواهد رسید که شفاخانه های اصلی در کشور بدون کارمندان صحی باشند و همه کارمندان این شفاخانه ها وظایفشان را ترک کنند. وحیدالله مجروح ضمن این که از چنین روز هشدار داد، از همه مردم خواست تا مسئولیت خودشان را در قبال کارمندان صحی و جامعه بجا آورند. مجروح از جانب دیگر از برخی انتقادها از کارمندان صحی و وزارت صحت نیز در دوره کرونایی گلایه کرد و گفت که کسان انتقاد میکنند که کمترین توجه به فاصله گیری اجتماعی ندارند و مسئولیت فردیشان را برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا به جا نمی آورند. این همه در حالی است که شمار بیماران کووید 19 در کشور رو به افزایش است. وزارت صحت عامه در 24 ساعت گذشته 171 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا را شناسایی کرده است. با ثبت این رقم شمار مجموعی بیماران به 3563 نفر افزایش یافته است. تاکنون 106 بیمار جان باخته و 468 بیمار دیگر نیز صحت‌یاب شدند. تشکر از توجهتان. برای بهبود مطالب و ویدیوهای ما لطفاً نظریات و پیشنهادات خوبتان را با ما در میان بگذارید. تا ویدیوهای دیگر، علی نگهدار، کامکار باشید.